عرض سلام، مهسا خانپور هستم. با هم اخبار امروز شنبه 12 اسفند ماه 1402 هجری شمسی برابر با 2 مارچ 2024 میلادی را مرور و بررسی می‌کنیم. پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره انتخابات نوشت: هر حکومتی که دنبال چینش مدیران وابسته و ضعیف بوده و با نادیده گرفتن تنوع موجود در ملتش به خالص‌سازی و یک دست نمودن حکومت پرداخته، در نهایت به بن‌بست رسیده است. بر اساس خبر رسیده به پارس، عبدالرسول مرتضوی از مجروحین جنگ ایران و عراق و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای به دلیل انتشار فایل صوتی از زندان اصفهان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات این شهر انتقال داد. نتایج اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد و محمود نبویان با 120 هزار رأی نفر اول شد. بر اساس این اعلام، حمید رسایی با 103,177 رأی و امیر حسین ثابتی منفرد با 97,653 رأی و محمد باقر قالیباف با 94,855 رأی رتبه های بعدی را به دست آوردند. باقی نامزدها هر یک کمتر از 100 هزار رأی به دست آوردند. قالیباف اکنون ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. این میزان رأی بر اساس شمارش آرای شعبه 1960 از 5000 شعبه حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. رسانه‌های ایران تاکید کردند که مشارکت در انتخابات روز جمعه کمترین میزان مشارکت در 12 دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است. ابتهی خودداری محمد خاتمی از شرکت در انتخابات را تایید کرد. سرانجام ساعتها پس از پایان مهلت شرکت در 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و انتشار خبرهای تایید نشده مبنی بر رأی ندادن محمد خاتمی، رئیس دفتر پیشین او این خبر را تایید کرد. محمد علی ابتهی با تایید خبر رأی ندادن محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در شبکه ایکس نوشت: شاید تنها راه شنیدن حرف‌های دلسوزانه آقای خاتمی رأی ندادن بود. آقای ابتهی با این حال روز شنبه 12 اسفند ماه در توییت خود افزود که خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد و هر کسی به شکلی دنبال این بود که صدایش شنیده شود. صادق لاریجانی برای حضور در مجلس خبرگان رأی نیاورد. ایرنا میگوید صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری ناکام مانده است. با این حال نتایج انتخابات باید به طور رسمی از سوی وزارت کشور و پس از تایید شورای نگهبان اعلام شود. با کنار گذاشته شدن صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه توسط علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران، در آن زمان جایگزین او در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شد. او شهریور ماه 1400 با پی رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد. میریم با هم چند پیام بازرگانی تماشا میکنیم، برمیگردیم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. انجمن قلم آمریکا صدور حکم سنگین برای شروین حاجی پور، خواننده معترض و برنده جایزه گرمی را محکوم کرد. این انجمن خواستار لغو این احکام و حذف تمامی اتهامات علیه این خواننده و ترانه‌سرا شده است. بر اساس این حکم، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به مجازات‌های متعددی از جمله 3 سال حبس، ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. در واکنش به صدور احکام سنگین علیه این خواننده، جولی توربو، مدیر گروه ارتباط با هنرمندان در معرض خطر، انجمن قلم آمریکا گفت محکومیت شروین حاجی پور تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی است که خواسته های مردم ایران برای آزادی های اساسی را هدایت می کنند. انجمن قلم آمریکا نوشته که دست کم 57 نویسنده ایرانی در سال 2022 به دلیل انجام حرفه خود بازداشت شدند و این بازداشت ها ایران را به دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان پس از چین تبدیل کرده است. ابراهیم رئیسی برای حضور در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز GECF صبح شنبه 12 اسفند وارد پایتخت الجزایر شد. هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز قرار است روز شنبه با حضور شماری از سران و مقامات ارشد کشورهای عضو آن در الجزیره برگزار شود. کشورهای صادرکننده گاز متشکل از 12 کشور عضو و 8 کشور ناظر است و حدود 70% از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهان را در اختیار دارد. اجلاس قبلی کشورهای عضو GECF در قطر برگزار شد و قرار است ایران در سال 2027 میزبان نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز باشد. یک روز پس از انتخابات در ایران و مشارکت حداقلی مردم در این دوره که برخی آن را انتخابات فرمایشی و برخی هم سیرک انتخابات نامیده بودند، هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز 60,000 تومان عبور کرد. مرور وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز در نخستین روز معاملات هفته جاری در بازار تهران از 65,000 تومان عبور کرده است. بر همین اساس قیمت پوند انگلیس نیز وارد کانال 76,000 تومان شده است. همچنین قیمت سکه طلا در بازار به 35 میلیون تومان رسیده است. بهای دلار آمریکا در بازار ایران روز سه‌شنبه 8 اسفند با حدود 900 تومان افزایش نسبت به روز قبل از 59,000 تومان عبور کرده بود. وبسایت هرانا و منابع دیگر از وضعیت نامساعد جسمی زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان، در زندان قزل‌حصار که از حدود 70 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود، خبر دادند.
زرتشت احمدی راغب آتش نشان، فعال مدنی و یکی از 14 نفری است که نامه درخواست استعفای علی خامنه ای را امضا کرد. او که در سالهای گذشته بارها زندانی شده، اواخر اسفند ماه 1401 بازداشت شد و دادگاه انقلاب تهران خرداد امسال او را به 5 سال و 8 ماه حبس و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. روزنامه اعتماد به تحلیل دادهای گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکی ها پرداخت. بر اساس این گزارش در بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته کنسرو ماهی تون 113% و گوشت قرمز 100% افزایش قیمت داشتند. از این تعداد کالا قیمت 48 قلم در بهمن امسال نسبت به سال گذشته روندی افزایشی داشته است. این افزایش قیمت ها در شرایطی است که بر اساس گزارش سایت اقتصادی 24 تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر است. این رسانه پیش بینی کرد با توجه به بالا بودن تورم و ثابت ماندن دستمزدها تا پایان سال 1402 این رقم به 37 تا 40% برسد. بریم با هم چند پیام بازرگانی تماشا میکنیم، برمیگرد. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ترجمه کنندگان خواستار برچیده شدن حکم اعدام به صورت عمومی شدند. حاضران در این تجمع تاکید کردند این برنامه وابسته به هیچ دسته یا گروه سیاسی خاصی نبوده و تنها همگام با کارزار عمومی نه به اعدام برپا شده است. بر اساس آمار برداری سالانه سایت هرنا، در سال 2023 دست کم 791 شهروند از جمله 25 زن و دو کودک مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن اعدام ها بیش از 33% افزایش داشته است.
در روز 7 اکتبر 2023 نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از 1200 نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیر نظامی بودند جان باختند. حماس حدود 240 نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد. سخنگوی شاخه نظامی حماس اعلام کرد 7 نفر از گروگان‌هایی که در اسارت این گروه بودند در حمله‌های اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. او به زمان کشته شدن این افراد اشاره نکرد. مقام‌های اسرائیلی به طور کلی از پاسخ دادن به پیام‌های عمومی و علنی حماس درباره گروگان‌های خودداری می‌کنند و آن را جنگ روانی می‌دانند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اسرائیل در جریان حمله تروریستی حماس به اسرائیل 1200 نفر کشته و 250 نفر به اسارت گرفته شدند. منابع روسی از وقوع یک حمله احتمالی پهپادی به سن پیترزبورگ خبر می دهند. در همین زمینه فرماندار سن پیترزبورگ در کانال تلگرامی خود بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشته است که در جریان حادثه‌ای به 2 ساختمان آسیب رسیده است. هدف احتمالی این حمله را یک انبار نفت در شمال شرق این شهر اعلام کرده است. اما در این حال می افزاید که این گزارش قابل تایید نیست و تا این لحظه هیچ اظهار نظری از طرف اوکراین در دست نیست. ارتش اوکراین می گوید شب گذشته 14 پهپاد از 17 هواپیمای بدون سرنشین روسیه را منهدم کرده است. پهپادهای موسوم به شاهد 136 ساخت ایران از جمله تجهیزات نظامی است که روسیه در جنگ اوکراین از آنها استفاده می کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که یک موشک زمین به هوای حوثی‌های مورد حمایت ایران را که آماده پرتاب به سمت دریای سرخ بود منهدم کرده است. بنابر اعلام سنتکام این موشک تهدید قریب الوقوع برای هواپیماهای آمریکایی در منطقه تشخیص داده شد و دفاع از خود در ساعت 12:40 بعد از ظهر جمعه 11 اسفند هدف قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد اولین برنامه پرتاب مواد غذایی و آذوقه بر فراز غزه را به اجرا بگذارد. مقامات این کشور نیز گفتند که برنامه ایردراپ احتمالاً اوایل این هفته آغاز خواهد شد. مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت پوتین با حضور هزاران نفر از هوادارانش در جنوب مسکو برگزار شد. حال گزارش می شود که 10 تن از حاضران در این مراسم توسط پلیس روسیه بازداشت شدند. علی‌رغم فضای به شدت امنیتی، هزاران نفر از هواداران الکسی ناوالنی در این مراسم حضور داشتند و شعارهای علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سر دادند. همچنین گزارش شده که حاضران شعارهایی از جمله نه به جنگ، فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم سر دادند. فریبا بلوچ فعال حقوق بشر به عنوان یکی از 12 زنه دریافت کننده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 معرفی شد. بلوچ این جایزه را در مراسمی که روز دوشنبه 13 اسفند با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی اول آمریکا در کاخ سفید برگزار می شود دریافت خواهد کرد. بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و وکیل از افغانستان که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد یکی دیگر از برندگان امسال جایزه بین المللی زنان شجاع است. این جایزه تا کنون به بیش از 190 زن از 90 کشور جهان اهدا شده است. با هم به پایان اخبار امروزی می‌رسیم. تا روز دیگر بدرود.